ابراهیم رئیسی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ایران میگوید تمام تلاش خود را به خرج می‌دهد تا کشورش از چالش‌ها و مشکلاتی که با آن روبروست عبور کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم پیروزی رئیسی را به وی تبریک گفت و تاکید کرد دولت و ملت ایران در کنار رئیس جمهور منتخب قرار خواهند داشت. با این حال قرار است ابراهیم رئیسی تا 45 روز دیگر به گونه رسمی سکاندار قدرت در ایران شود. پس از پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی با هم دیدار کردند. پس از این دیدار، ابراهیم رئیسی در برابر دوربین رسانه‌ها حضور یافت و تأکید کرد تمامی تلاشش را برای عبور از چالش‌های کنونی به کار خواهد بست، به ویژه در زمینه رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم ایران. یکی از کارهایی که در دولت مردمی ما دنبال خواهیم کرد انشاءالله این که همه مردم نقش ایفا کنند، به ویژه نخبگان و صاحب نظران، از ایده ها و اندیشه های ارزشمندشون انشاءالله ما رو حتما بهرمند کنند. امیدواریم که انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق بده بتوانیم این وظیفه سنگینی که مردم به عهده ما گذاشتن به نحو مطلوب انشاءالله انجام بدهیم. رئیسی در ادامه تأکید کرد با مجلس، نخبگان و صاحب نظران برای تشکیل دولت جدید کار خواهد کرد و تأکید نمود از تجربیات و اندوخته های دولت کنونی استفاده می کند. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیروزی آقای رئیسی را به وی تبریک گفت و تأکید کرد مسئولیت سنگین بر دوش ایشان قرار گرفته و تا 45 روز دیگر این مسئولیت به گونه مستقیم در اختیار دولت جدید قرار می گیرد. دولت از امروز تا 45 روز دیگر که باید این مسئولیت در اختیار دولت جدید قرار بگیره و رئیس جمهور منتخب رسما مسئولیت‌های کشور رو بر عهده بگیره، کاملا در کنار ایشون هستیم. با این حال کیلومترها دورتر از ایران ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اولین فرد است که پیروزی ابراهیم رئیسی را به وی تبریک گفته است. برای بحث بیشتر در این مورد هم اکنون آقای دکتر عبداللطیف نظری استاد دانشگاه و آگاه روابط بین الملل از طریق اسکایپ با ماست. عرض سلام دارم خدمت شما آقای نظری. آقای نظری، آقای رئیسی رئیس جمهوری ایران شد. با گرفتن سکان ریاست جمهوری توسط ابراهیم رئیسی، سیاست خارجی ایران را شما چگونه می‌بینید؟ ادامه سیاست آقای روحانی یا تحول بنیادی در این زمینه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم تلویزیون تمدن. من فکر میکنم که اصولا سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران در سطح کلان تصمیم گیری و تصمیم سازی میشد. بنابراین دستگاه وزارت خارجه و رؤسای جمهور به تنهایی نمیتونه دیدگاه خود را بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تحمیل بکنه. با توجه به روندهای کلانی که در سطح جهانی و منطقه‌ای حکمرانی میکنه، باور من است که سیاست خارجی ایران در شرایط حاضر یا به تعبیر دقیق‌تر در دولت جدید دارای تحول ساختاری خواهد شد و با یک موضع و کنش قوی‌تر و فعال‌تر در سطوح منطقه‌ای و جهانی خود را بازنمایی خواهد کرد. بنابراین همچنان با توجه به اصول قبلی من فکر میکنم یک تحول چشمگیری در نوع تعامل و همچنین در ارتباط با مسائل منطقه و بخصوص احیای برجام از خود یک نوع کنشی در واقع مقتدرانه را در سطح جهانی و بین المللی نشان خواهد داد. آقای نظری، فکر میکنین که اولویت های داخلی و خارجی سیاست آقای رئیسی چه مواردی خواهند بود؟ با توجه به مشکلاتی که در حوزه اقتصادی وجود داره و ناکارآمدی که در دوره‌های پیشین در این حوزه مشاهده شد و همچنین فسادی که وجود داشت، من فکر میکنم در عین حالی که مبارزه با فساد که رویه قبلی آقای رئیسی در قوه قضاییه بود مورد توجه دقت نظر قرار خواهد گرفت، در حوزه‌های داخلی من فکر میکنم که خونسازی تحریم همچنان و به عنوان یک نقطه قابل اتکا در ارتباط با اقتصاد مقاومتی سیاست گذاری و پلان گذاری خواهد شد.
در عین زمان توجه به اقشار آسیب دیده اجتماعی و مستضعف باور ما است که در دولت آقای روحانی جایگاه محوری و کلیدی را احراز خواهد کرد. همزمان در حوزه خارجی همونطور که پیشتر من اشاره کردم ما شاهد کنش فعالتر در سطوح منطقه‌ای خواهیم بود و به گونه حوزه دیپلماسی و میدان به صورت توأمان به پیش خواهد رفت، بخصوص در تعاملی که در ارتباط با سطوح منطقه‌ای مشاهده میشه و با توجه به پیشروی هایی که محور مقاومت در سطوح منطقه‌ای داشته باور من است که ما شاهد توسعه محور مقاومت در سطوح منطقه‌ای خواهیم بود. بله استاد، بفرمایید که فکر میکنین که برخورد آقای رئیسی با قضیه برجام چگونه خواهد بود؟ آیا سیاست آقای روحانی رو در پیش خواهد گرفت یا که استراتژی خود را تغییر خواهد داد؟ خب واقعیت مسئله است که اگر ما تحولات انتخابات ایران را به صورت دقیق مورد توجه دقت نظر قرار بدیم، تبلیغات منفی زیادی در واقع نسبت با آقای رئیسی در آنچه که رسانه‌های برانداز نامیده میشه مد نظر قرار گرفت و پروژه تحریم هم همچنان مورد توجه قرار گرفته بود که عملاً در انتخابات با شکست روبرو شد. بنابراین با توجه به اینکه آقای رئیسی پشتوانه افکار عمومی را در داخل داره، من باورم است که در ارتباط با تحولات بین المللی از جمله مسئله توافق هسته‌ای یا احیای برجام، ما شاهد یک دیپلماسی فعال در ارتباط با این مسائل خواهیم بود و قطعاً او مسیری را که آقای روحانی و وزارت خارجه در دوره دولت آقای روحانی پی گرفته بود درش تغییرات ساختاری شکل خواهد گرفت. اما بدون شک خواسته ها و مطالبات اما خواسته هایی هست که در دوره قبلی هم دنبال شد ولی به نتیجه نرسید. بنابراین فکر میکنم که طرف های منطقه‌ای و جهانی هم دریافته که با یک دولت انقلابی حزب اللهی که پشتوانه افکار عمومی را داره مواجه است و قطعا من فکر میکنم که این میتونه یک معادله جدید را در حوزه سیاست خارجی از جمله در تعامل ایران و قدرت های جهانی و خصوص غرب به وجود بیاره. بله آقای نظری، گزارش ها از این قرار است که رئیس جمهور آمریکا در تلاش است که در روزهای باقی مانده مدت ریاست جمهوری آقای روحانی قضیه برجام را حل کنه. یا فکر میکنین که موفق خواهد شد؟ خب من فکر میکنم که تلاش ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپاییش است که در دوره آقای روحانی بتونه به یک نقطه مشترک دست پیدا بکنه، ولی باور من است که برجام هنوز هم پیچیدگی های خاص خود داره و آمریکایی ها میخواهند گزینشی در ارتباط با رفع تحریم ها برخورد بکنه و قطعا با توجه به اینکه دولت جدید در حال حاضر عملا این روند در اختیار خود گرفته، هرچند ممکنه اون زمان قانونیش فرا نرسیده باشه، من فکر میکنم که قطعا تغییراتی در دستگاه دیپلماسی ایران شکل خواهد گرفته و در واقع زیاده خواهی هایی که از سوی غربی ها و عمدتا ایالات متحده آمریکا در ارتباط با برجام دنبال میشه، به خصوص در ارتباط با تحولات منطقه و برنامه موشکی و منطقه‌ای ایران و همچنین نفوذ ایران در منطقه، من فکر میکنم که این با مقاومت بسیار جدی از سوی تهران روبرو خواهد شد و من فکر نمیکنم که گشایشی طی هفته های آینده در پرونده هسته‌ای ایران شکل بگیره آنگونه که مد نظر آمریکاست، مگر اینکه آمریکایی‌ها در واقع تمکین بکنه به مطالبات واقعی مردم ایران و آنچه که در واقع در این انتخابات هم نشان داد و در واقع مردم ایران به گونه در یک محور جدیدی فرایند انتخاباتی را شکل داد که او بیشتر میتونه منافع ملی، ثبات ملی و امنیت ملی ایران مطمئن نظر قرار بگیره. بنابراین از این منظر من فکر میکنم که با توجه به اینکه آقای رئیسی از یک طیف اصولگرا نمایندگی میکنه، برداشت من است که کار آقای نظری بسیار کوتاه بفرمایید که تاثیر ریاست آقای رئیسی بر منطقه و به خصوص افغانستان چگونه خواهد بود؟ من فکر میکنم که در پرونده افغانستان به خصوص در پرونده صلح افغانستان گشایش جدی به وجود خواهد آمد و نگاهی آقای رئیسی و طیفی که آقای رئیسی از اونها نمایندگی میکنه نسبت به تحولات افغانستان و پروسه صلح افغانستان مثبت است. در عین زمانی که ما شاهد توسعه روابط دو کشور خواهیم بود در ارتباط با روند صلح افغانستان، باور من است که جمهوری اسلامی ایران فعالتر وارد عمل خواهد شد و این میتونه به نفع ثبات و امنیت در افغانستان تمام شود و افزون بر این
ما احتمالاً شاهد گفتگوهای امنیتی هم میان دو کشور خواهیم بود و در ارتباط با مبادلات اقتصادی و تجاری هم توسعه و پیشرفت قابل توجهی شکل خواهد گرفت. تشکر. جهان سپاس از اشتراک شما در این گفتگو آقای دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و آگاه روابط بین الملل.